عرض سلام و عرض ادب به همه حضار دارم. سپاسگزارم از انجمن جامعه شناسی ایران راه نفلس و همچنین آقای دکتر محمدی که قابل دانستم من دانشجوی فلسفه و دانش آموخته فلسفه رو به جمع جامعه شناسان کشور راه دادم. حقیقتش این که حضور من حالا نمادی ولی بیش از این رو فرد خودم باشه، ولی تفکرم اینه که فلسفه مهمه و رابطه فلسفه با جامعه شناسی خیلی مهمه و تا زمانی که جامعه شناسی گوش برای شنیدن مراد فلسفه نداشته باشه جامعه شناسی قوام نخواهد یافت. و همه شما بهتر از من میدونید که همه بنیانگذاران کلاسیک جامعه شناسی فیلسوف نیز بودن و اساساً جامعه شناسی مستقل از فلسفه علوم اجتماعی جامعه شناسی نیست. در سوسیولوژی بدون فلسفه علوم اجتماعی به سوسیومتری تنظر پیدا خواهد کرد. اینکه که با روش های پوزیتیویستی پرسش نامه بدیم در تشخیص دانشجو بره به چهارراههای پرسش کنه و کار میدانی کنه، این سوسیولوژی نیست و نمیتونه راهی رو باز بکنه. و فلسفه علوم اجتماعی بدون فلسفه مشکی به راجی به کلحرفی نیست. اینکه حتما باید یک تا گوشیدگی در دیالوگی بین فلسفه و جامعه شناسی باشه اگر قرار مسئله جدی باشه. این نکته هم نمیدونم وارد بشم یا نه به عنوان نکته فردی، این عنوان جامعه شناسی پدیداری من روی مثلا آزار میداد. لااقل در حوزه فلسفه این نوع یعنی پدیداری رو عنوان یک صفت بخواهیم به کار ببریم یه نظر برای جامعه شناسی ثقیله، چون همونجور آقای دکتر آشنی هم فرمودن بعد از کانت گفته می شود یعنی یک نوع معرفت شناسی است که معرفت بشر پدیداری است به این معنا که ما به نومن دسترسی نداریم. جهان جهانی که در ذهن من قوام پیدا میکنه، پدیدار آن چیزی که در آگاهی قوام پیدا میکنه، آن چیزی که مستقل از آگاهی است. نومن اساسا بهش دسترسی نداریم. لذا اگر این موضع اپیستمولوژیک رو بپذیریم همه آگاهی ها در واقع پدیداری، لذا ما جامعه شناسی غیر پدیداری علل اصول نمیتوانیم داشته باشیم. شاید همون تعبیر جامعه شناسی پدیدار شناختی یا پدیدار شناسی اجتماعی تعبیر صحیح‌تری باشه که در واقع روش رو به اصطلاح تعیین میکنه. اساسا پدیدار شناسی یک روشه، پدیدار شناسی توهیه. یعنی پدیدار شناسی نمیتوانیم جامعه شناسی رو محتوای پدیدار شناسی قرار بدیم. خب این هم یک نکته فرعی. اما عنوان بحث من تأملاتی انتقادی به جامعه شناسی معرفت، یا اگر بخوام یک مقدار عنوان دیگری بدم که شنونده رو به حرفهای خودم جذب بکنه، میتونم این عنوان فرعی رو بدم: جامعه شناسی معرفت و مرگ سوژه. و مرادم از مرگ سوژه به تعبیری مرگ سوژه تعبیری پست مدرن و به تعبیر ساده تر اگر بخوام تعبیر نیچه به کار ببرم مرگ انسان. اینکه چطور حرف آخر من اینه که چطور این خطر برای جامعه شناسی معرفت وجود داره که منجر به مرگ انسان بشه. خب جامعه شناسی معرفت یکی از شاخه های جدید جامعه شناسی، اما به یک اعتبارم شاید جدید نباشه، به این اعتبار که نطفه های جامعه شناسی معرفت رو در همه آبای به اصطلاح جامعه شناسی می‌بینیم. یعنی شاید بشه گفت جامعه شناسی معرفت قبل از تجربه اندیشه های مارکس بوده و مارکس رو که از اولین در واقع جامعه شناسان لذا چندان جدید نیست. شاید اینکه در عنوان یک رشته دانشگاهی در میان امری که در قرن بیستم و در میانه های قرن بیستم شکل گرفت. خود جامعه شناسی معرفت رو شما همتون بهتر از من می‌دونید. در واقع اون نوع جامعه شناسی که خواهان فهم ارتباط میان حیات فکری معرفتی و معنوی، یعنی حیاتی مثل فعالیت‌های هنری، دینی، عرفانی، با شرایط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، نیروهای گوناگون اجتماعی، سیاسی، تاریخی. لذا جامعه شناسی‌هایی مثل جامعه شناسی دین، جامعه شناسی علم، جامعه شناسی هنر از اقسام یا از مجموعه‌های جامعه شناسی معرفت هستند. یک نکته تاریخی بگم، به گمان من
به گمان من در واقع ریشه های جامعه شناختی تاریخی رو باید در اندیشه های هگل جستجو کرد و مارکس بیش از اندازه به هگل مجرمه. اساسا با هگل مرگان یک فیلسوف بزرگ در واقع یک نوع تحول بزرگی در تاریخ فلسفه صورت گرفت. با هگل سوژه کلاسیک یعنی سوژه ارسطویی دکارتی تخریب میشه و ویران میشه و من به بعضی از پژوهشگران در حوزه فلسفه و همچنین شاید در حوزه جامعه شناسی هم بشه پیدا کرد در حوزه های علمی خودمون در سنت گرا هم هنوز بر اساس سوژه دکارتی ارسطویی نمیشن. به این معنا که فکر میکنن شناخت عبارت از انعکاس جهان در ذهن، همون چیز ارسطو بود العلم و صورتون به تغییر عربی شبت که در درسای منطق سنتی ما آمد العلم و صورتون مصدر نشید به داده هست گویی این بشر است، این عقل است، این ذهن است به صورت منفعل در برابر جهان است و ذهن همچون آینه ای که جهان در آن منعکس می شد. یا حاج مولا حاجی سبزواری به خوبی در واقع این معرفت شناسی کلاسیک رو رابطه سوژه رو به خوبی رابطه انسان جهان به خوبی منعکس می‌کنه. اونجا که فکر رو تعریف می‌کنه، الفکر رو حرکت از الملاد و من المراد الى المواجه، یعنی در ذهن حاج مولا حاجی سبزواری فیلسوف سطرایی ما تفکر گویی شما یک مبادی دارید، یک مراد دارید، یک اطلاعات دارید، یک پرسش ها دارید، معلومات دارید و مشغولات دارید و حرکت ذهن عبارت از تفکر، یعنی میرید از انبار ذهن مطالب رو برای پرسش میارید، به کارتون میاد یا نمیاد برمیگردید و این حالت رفت و برگشت میشود تفکر. اما با هگل اتفاق بزرگی افتاد. با هگل سوژه تاریخی شد. هگل به ما نشان داد که رابطه انسان با جهان و فهم انسان در جهان در خلأ صورت نمیگیرد. این فهم در یک افق تاریخی، در یک افق اجتماعی بر اساس فاری ساختارها صورت میگیرد. یعنی گویی بین من و این جهان در واقع یک حائلی به نام فرهنگ وجود داره و من در یک ساختار فرهنگی است که جهان رو میفهمم. لذا این مسئله مهمی است. یعنی سوژه نمیتواند سوژه دکارتی ارسطویی باشد یا سوژه کانتی باشد. ببینید خود دکارت رو نگاه بکنید، دکارت کتابی داره در عنوان روش درست به کار بردن عقل. برای دکارت یه عقل بیشتر وجود نداره. کانت رو نگاه کنید، میگه نقد عقل محض از عقل حرف میزنه، از عقل مثلا یک عقل یونیورسال جهانی، همه جا عقل دیگه، یه عقل داره و امروز خیلی ها مسئله براشون حل. آقا عقل اصلا چه نیست؟ عقل چیه؟ اصلا من باش مشخص نیست. اصلا ما موزنهی داریم به نام The problem of rationality. What is reason? What is rationality? عقل چیه؟ عقلانیت چیه؟ اگر عقل رو شما عقل ارسطو بدونید بی‌تردید مسیح فاقد عقل بود. بی‌تردید آنچه که در مسیح به نام عقل هست، آنچه که در سنت تاریخی ما به نام عقل هست، با عقل متافیزیک یونانی خیلی متفاوته. به هیچ وجه یکی نیست. در واقع همون آرزوی که دیلتای داشت اما مرگ اجلش به اصطلاح فرصتش نداد. اون میخواست در مقابل نقد عقل محض کانت، نقد عقل تاریخی رو بنویسه. کانت میگفت که 12 تا مقوله وجود داره که بشریت با اینها فکر میکنه. دیفان گفت نه، چه نمید که همه بشریت با مقولات واحد فکر میکنن. جامعه شناسی معرفت ریشه در سوژه هگل میدارد. اینکه عقل در تاریخ است. عقل یک مقوله تاریخی است. عقل یک اسنس ثابت و لایتغیر نداره. آگاهی هم چنین است. آگاهی یک اسنس نداره. آگاهی یک امر ثابت ازلی و ابدی نیست. آگاهی در افقهای تاریخی، در افقهای فرهنگی و به زبان شما جامعه‌شناسان در ساختارهای گوناگون اجتماعی معنا و مفهوم و صور گوناگونی پیدا کرده. ما صور گوناگون آگاهی میخواهیم میتونیم صحبت کنیم و این صور گوناگون آگاهی با صور گوناگون حیات اجتماعی ارتباط داره. خب جامعه‌شناسی معرفت خواهان کشف این چارچوب بین چه چارچوب‌هایی با نوع خاصی از آگاهی وجود داره و اگر آگاهی ها دگرگون میشه در این چارچوب‌ها و ساختارها چه تحولاتی صورت گرفته که صور آگاهی دگرگون شد. خب
من از جامعه شناسی معرفت میخوام دفاع بکنم. جامعه شناسی معرفت دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی برای ما داشته. جامعه شناسی معرفت دستاورد گوناگونش مثل جامعه شناسی علم، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی هنر در واقع وجوهی از هستی انسانی رو آشکار میکنه. جامعه شناسی معرفت هیستوریسیتی بشر رو آشکار میکنه. این که ما میگیم جامعه شناسی جوامع روستایی، جامعه شناسی جوامع صنعتی، آگاهی در یک جامعه روستایی و آگاهی در یک جامعه پسافرنتی به هیچ وجه یکی نیست. دین در یک جامعه فئودالی و دین در یک جامعه صنعتی به هیچ وجه یکی نیستش. این بچه مهم نیست که جامعه شناسی معرفت در اختیار ما قرار میده. قبل از دوران مدرن نگاه ارسطویی، افلاطونی، دکارتی، کانتی، بشر آنگونه زیست میکنند که میاندیشند. اما آنگونه که شوپنهاور به خوبی صورت‌بندی کرد و این ندا رو در هگل داشتیم و بعد در مارکس هم داریم، نه آنکه انسان آنگونه که میاندیشد زیست میکند، بلکه انسان آنگونه که زیست میکند میاندیشد. هستی بودگی و واقع بودگی جوامع انسانی مبتنی بر آگاهی نیست، بلکه آگاهی مبتنی بر واقع بودگی اجتماعی. همین چیز گریز به صحرای کربلای خود رو بزنم. سنت‌گرایان ما، روحانیون ما، قدرت سیاسی ما و همچنین دانشگاهیان ما و روشنفکران ما به شدت تحت تاثیر سوژه دکارتی هستند. جامعه آن فاقد یک مارکسه. بسیار از این بحران‌ها و مسائل اجتماعی ما ناشی از اینه که ما هنوز مارکسی پیدا نکردیم که ما رو متوجه واقع بودگی اجتماعی ما کنه. لذا بحث‌های اجتماعی سیاسی ما سطح بحث‌های ایدئولوژیک فراتر نمیره. اون میگه با حجاب باش، اون میگه آزادی زن، اون میگه دموکراسی، اون میگه عفت. همه تو حوزه ایدئولوژی و ارزش‌ها و ذهنیت هستیم. کسی نمی‌اندیشه که این واقع بودگی، این هستی اجتماعی در واقع ساختار آگاهی خاصی رو به سر ایجاد می‌کنه. لذا بحث‌های ایدئولوژی که ما به سمت میره، اما واقعیت اجتماعی به سمت دیگری داره سیر پیدا می‌کنه. اینکه ما نیاز به نگرش مارکسی داریم. البته تقریبا به این معنی که من دعوت به مارکسیسم در مبانی متافیزیکی انسان‌شناسی و پیداش می‌کنم. به حال میخوام بگم من جامعه شناسی معرفت رو ضدیت ندارم و ازش دفاع میکنم و وقتی من متون جامعه شناسان معرفت میخونم بسیار لذت میبرم و بسیار میآموزم. اما با این وقت معتقدم جامعه شناسی معرفت با خطرات و آفات بسیار زیادی ما رو مواجه میکنه. در واقع من میخوام بگم که ما باید، ما که میگم پوزش، میخوام شما جامعه شناسان باید بر روی آفات و محدودیت های جامعه شناسی معرفت میخونم بیاندیشید. علاوه بر این دستاوردهای بزرگتره بر محدودیتش هم ببرمیشید. آن چی که من به طور خلاصه میخوام بگم، که میان جامعه شناسی معرفت با یک خطر بزرگی که بشر دوران ما رو تهدید میکنه و اون تقلیدگرایی است، مرادم ریدکشنیسم پیوند بسیار بسیار وسیعی وجود داره. این ریدکشنیسم، این تقلیدگرایی همان چیزی که من رو در مواجهه با جامعه شناسی معرفت و با جامعه شناسان نااندیش جامعه شناسی که در واقع به صورت توجیبار و نااندیشیده و غیر متعملانه هم به اصطلاح دستاوردهای جامعه شناسی معرفت دفاع میکنن، در واقع من رو نگران میکنم. من برای اینکه دست خودم رو به پیش ببرم، اجازه بخوام که یک تقسیم بندی مفهومی بکنم، میان دو مفهوم، البته این دو مفهوم رو در حوزه دیگری هم به کار می‌برم. من میان دو تا مفهوم می‌خوام تمایز بگذارم. یکی سوسیولوژیه و یکی سوسیولوژیسیزه. فکر می‌کنم با این تعابیر می‌تونید. مراد از سوسیولوژی یا جامعه شناسی یک نوع علمی عمدتاً تجربی. می‌خوام بگم مطلقاً تجربی و بحث‌های روش شناسی رو می‌دونید، بحث‌های زیادی هست. پیدایش شناسی هم وارد شده. جامعه شناسی علمی عمدتاً با گرایش‌های تجربی که می‌کوشه رابطه پدیدارهای اجتماعی، رابطه نهادها به نحو گوناگون رو با هم بررسی می‌کنه. اما سوسیولوژی سیستم یا قول به اصالت جامعه شناسی دیگه جامعه شناسی نیست، بلکه سوسیولوژی سیستم یک مکتب فلسفی است که با اتکا و دستاوردهای جامعه شناسانه
میکوشه به پاره پرسش‌های متافیزیکی در حوزه جهان شناسی، وجود شناسی، انسان شناسی، حقیقت شناسی، معرفت شناسی پاسخ بده. البته این معرفتی ممکن ذهنی به دست بیاد، به نظر بیاد، اما گاه ما وقتی مارکس میخونیم با مارکس جامعه شناس مواجهیم، گاه همین مارکس در همین آثاری که جامعه شناسان است، گاه در واقع نتیجه گیری هایی داره که در واقع نتیجه های فلسفی اینجاست که مارکس از حوزه سوسیولوژی به حوزه سوسیولوژیسم در واقع سقوط پیدا کرده، سقوط پیدا کرده. همین تقسیم بندی رو در حوزه سایکولوژی و سایکولوژیسم داریم، یعنی روانشناسی و قول به اصالت روانشناسی. ببینید روانشناس میخواد رابطه پدیدارهای روانی رو برای خود تجربه نشون بده، مثلا صد تا سرباز رو میدازیم توی پالیوان بعد بیخوابی میده بعد عصبانی میشن. خب این عصبانیت تجربه نشان میدن که بین عصبانیت و خیلی بیخوابی و عصبانیت رابطه است، مثلا بین گرسنگی با خشم و پرخاشگی ارتباط هست. اینا رو کاملا میشه در محدوده مطالعات علمی، اما اونجا که فروید در مورد مذهب حرف میزنه، در مورد تمدن حرف میزنه، دیگه اینا پژوهش های تجربیش نیست. اینجا او در مقام یک فیلسوف ظاهر شده، اینجا او به یک موضع سایکولوژیستی در وزیده. همینطور وقتی راجع به تاریخ حرف میزنیم، یک هیستوری داریم، تاریخ در واقع داریم در مورد زندگی گذشته صحبت میکنیم، اما وقتی این هیستوری تبدیل به هیستوریسیزم میشه، اون به اصالت تاریخ میشه، در واقع اینجا شما با یک مواجهه در یک موضع به اصطلاح وارد یک موضع فلسفی میشید. من از جامعه شناسی معرفت تا آنجای در حوزه سوسیولوژیست دفاع میکنم، اما اونجایی که او جامعه شناسی معرفت به حوزه سوسیولوژیسم میپلده، اونجا که احساس خطر میکنم و در برابرش به شدت مقاومت میکنم. به گمان من در روزگار ما سه مکتب وجود داره، سه جریان فکری وجود داره که از یک عصر و منشأ واحد تبعیت میکنن، سرچشمه میگیرن. این سه مکتب عبارتند از سوسیولوژیسیزم، سایکولوژیسیزم و هیستوریسیزم. این سه مکتب تلاش میکنن که اصالت تفکر، اصالت کنش، اصالت آزادی انسان رو انکار بکنن و تفکر آدمی و آزادی انسان رو تحویل بکنن، تحویل بکنن، تقلیل بدن به امری انسانی. اون چه این سه مکتب رو از هم جدا میکنه در اینه که هر یک از این سه مکتب آن چه انسان رو انسان میکنه، یعنی اکزیستنس انسان رو، داین انسان رو، جان انسان رو تقلیل بدن به چیزی که به اعتقاد اونها باید تقلیل داد. اختلاف در موضوعی که تقلیل میدن، اما روش تقلیل گرایانه در حد مشترک. سایکولوژی معتقد است که انسان یعنی آزادی و به اصطلاح تفکر انسان ردیوس میشه به فعل و انفعالات در واقع روانی. سوسیولوژیسم انسان رو یعنی آزادی و تفکرش رو تقلیل میده به مناسبات اجتماعی و در واقع هیستوریسیزم به اصطلاح تفکر و کنش انسانی و آزادی رو تقلیل میده به شرایط تاریخی. خب گفتم همه اینها در واقع همه اینها درش یک نوع ریدکشنیسم وجود داره. برای مثال نگاه کنید، اگر شما با متفکر مثل مولانا برخورد میکنید، اگر عروج عاشقانه و عارفانه مولانا رو بخواید بر اساس سایکولوژیسم فرویدی بر اساس لیبیدو و تفسیر تمایلات جنسی صورت بدید، در واقع چی میدارید کند به این نفعه؟ اگر شما اندیشه های لاک و کانت رو بر اساس سوسیولوژیسم مارکسیستی بر اساس رشد طبقه بورژوازی بخواهید تبدیل بکنید، چی رو از دست دارید؟ و اگر فلسفه های افلاطون به ارسطو رو بر اساس هیستوریسیسم مستدر در اندیشه های برتراند راسل بگید که فرضاً افلاطون به این دلیل در واقع به عالم مثال اعتقاد داشت چون جامعه آتن داشت متلاشی میشد و او دنبال یک امر ثابت در یک دنیای دروغ دیگری بود، یعنی یک نوع هیستوریسیسم برای شرایط تاریخی میخواید فلسفه رو تبدیل بکنید، در این ریدکشنیسم ها در واقع شما انسان رو تقلید دارید. دیگه انسان خودش نداره، دیگه انسان خودش آگاهی ندارد.
اینجا در واقع همون چیز که من ازش به مرگ انسان تعریف میکنم و در واقع به اصطلاح در ادبیات پست‌مدرن به مرگ سوبژه تلقی میشه. سوبژه دیگه سوبژه نیست. تو فکر میکنی که داری میاندیشی. تو این طبقه اجتماعی تو بر اساس سوسیالیسم مارکسی این طبقه اجتماعی تو که تفکر تو رو تعیین میکنه، اما تو فکر میکنی که تو این که داری میاندیشی. این شرایط تاریخی تو که این حرف رو در دهن تو گذاشتی، اما تو فکر میکنی که خودت داری میاندیشی. در واقع یکی از دلایل تاریخی که به ظهور اگزیستانسیالیسم در اواخر قرن 19 و بحث اندیشه اگزیستانسیالیسم در مثلا قرن 20 لاقل قبل از حرفهای من تمام شد نیم ساعت بودتر میگفتی رای کجا خب به من گفتن 5 دقیقه منتها 5 دقیقه ایرانیه دیگه ترنشا کلیسا من بعد از 5 دقیقه را میتونم بکنم امیدم با سعی کار کوتاه کنم. اگزیستانسیالیسم یعنی اینکه در وجود انسان، اینکه انسان چیزی که به هیچ وجه قابل تقلیل در واقع به شرایط نیست، اما شرایط سایکولوژیکال، شرایط هیستوریکال و شرایط سوسیولوژیکال. نتیجه سخن من برای جامعه شناسی معرفت اینه. من جامعه شناسی معرفت دفاع میکنم به این اعتبار که نشون میده کنش و تفکر آدمی سوبژه محور نیست. یعنی چنین نیست که من اراده کنم هر گونه که خواستم بیاندیشم. من در یک افق تاریخی خاصی بیاندیشم، دفاع نمیتونم در همه افقها بیرون از زمان و مکان بیاندیشم. من به این اعتبار جامعه شناسی معرفت دفاع میکنم اینکه تفکر همواره در افقهای اجتماعی و تاریخی خاص صورت میگیره. اما گفتم این یک طرف داستانه. انسان عبارت از در هیستوریسیتی، یعنی همون چیزی که جامعه شناسی معرفت میخواد بفهمه، همون چارچوب ها، همون امکانات که من درش واقع شدم. اما انسان فقط هیستوریسیتی نیست. انسان علاوه بر هیستوریسیتی یک وجه ترانسندنس داره. انسان عبارت از در هیستوریسیتی به اضافه ترانسندنس. انسان عبارت از پرتاب شدگی در مجموعی از امکانات تاریخی، فرهنگی، زبانی، جامعه شناختی که جامعه شناختی معرفت میخواد بشناسدش. اما انسان فقط این نیست، این بخشی از ذات است. نمیخوایم اینو انکار بکنیم، بس بیافتیم به موضع تفکر ارسطویی، به موضع تفکر اسانتیرسی، به موضع تفکر ماقبل هگل. نمیخوایم به موضع بیافتیم، اما میخوایم بگیم انسان فقط این نیست. انسان ترانسندنس است. انسان میتونه از این امکانات فراروی بکنه. اگر یک چنین ترانسندنسی وجود نداشت، ساختارها هم باره ثابت بودن. چیه که ساختارها رو متعدل میکنه و این تحول ساختارها بر روی انسان اثر میگذاره؟ یک سوال، تفکر چیه؟ انسان چیه یا انسان کیه؟ انسان چیه یا انسان کی؟ به لحاظ یک انسان چیه؟ تو نباید بگویم انسان چیه؟ غلطه. فقط انسانی که چیزی داره. من حرفم، من دانش آموخته فلسفه، برای شما جامعه شناسا پیامم اینه، این پرسش انسان چیست و اینکه تفکر چیست پرسش بسیار سختیه. فقط عوامن که احساس میکنه آقا میدونیم تفکر یعنی چی، میدونیم آگاهی یعنی چی، میدونیم علم یعنی چی، میدونیم معرفت یعنی چی. و من گاهی وقتا این پوپولیسم رو در چهره جامعه شناسی کشور ببینم، اگر بی احترامی نکرده باشم به جمع دوستان و سواران. یعنی برایشون مشخصه که معنای تفکر روشنه، معنای انسان مشخصه. آقا ساختارها تعیین میکنه، با یک کلمه که ساختارها تعیین میکنه مسئله حله. یه جمله از تایپیر بگم، بگه عجیبترین امر اینه که در روزگار ما چیزی در خصوص تفکر نمیادیشه. تفکر برانگیزترین امر اینه که ما در مورد تفکر نمیادیشیم. من دوست داشتم سه‌شنبه آینده هم بیام راجب این که تفکر چیست و تفکر یک راز صحبت بکنم. اول به من گفتم میر صحبت کنم، گفتم وقت ندارم، بعد سری بیام دو جلسه میگم آقای دکتر محمد اکتن همه جلسه کافی. دوست داشتم یک جلسه بیام ولی که با شما جامعه شناسا چت کل بکنم. اصلا
اصلا روشن نیست که انسان چیه و اصلا روشن نیست. هرچی که میخواستم که اون جلسه بزنم، وقتی ما در مورد سرشت تفکر در سرشت انسان میاندیشیم، وارد ساحت راز میشیم و بسیار نفسگیر، اصلا معلوم نیست و بسیار شورانگیز و شرفنگیزیم وقتی در مورد این مسئله میاندیشیم. اندیشیدن به ساحت راز همون چیزی که در دیسیپلین جامعه شناسی، در کلاس ها، در همایش های جامعه شناسانه اساسا دیده نمیشه. اصلا فهمی از راز وجود نداره، فهمی از راز وجود نداره. یعنی در واقع جامعه شناسی ما، شاید جامعه شناسی جهانی بزنیم و به تبعیش جامعه شناسی معرفت، از نوع احساس کاذب دانایی، از نوع احساس خودپسندی و نوع غرور جاهلانه سیانتیستی و پوزیتیویستی برخورداره که فکر میکنه با توجه به ساختارهای اجتماعی معنای به اصطلاح معرفت و تفکر میدونه. خب من خیلی سریع سرعت ببرشم. من معتقدم که در واقع هر علم مبتنی بر مبانی متافیزیکی، جامعه شناسی معرفت هم مبتنی بر مبانی متافیزیکی اپیستمولوژیک و آنتروپولوژیک خاص نیست، که معمولا این مبانی نااندیشیده باقی میمونه. من میتونم بیادبی بکنم، کلی حرفم اینه که جامعه شناسی معرفت بر اساس ریداکشنیزمش با نوعی ماتریالیسم، ناتورالیسم و فیزیکالیسم در ارتباطه. چون وقتی در واقع انسان رو تقلیل دادی به فرایندهای روانی در سایکولوژی یا در فرایندهای اجتماعی، خود اینها نهایتاً به پاره ای از امور فیزیک و شیمیایی تقلیل پیدا میکنند، لذا انسان به یک امر فیزیک و شیمیایی تقلیل پیدا میکنه و این همون مرگزیک است، همون تقلیل انسان. اینجا یک مبنای اونتولوژیک وجود داره، بحث مثلا که ما راجع به این جهان چگونه میاندیشیم. آیا ما معتقدیم هستی مراتب گوناگون داره یا هستی مثل تفکر دکارتی یک سیستمی از ماده برمیگرده؟ اگر در واقع جامعه شناس معرفت به این معانی اعتقاد نداشته باشه، ناخودآگاه اونتولوژی خاصی رو میپذیره که بر اساس این اونتولوژی خاص تقلیل یک مرتبه از هستی به مرتبه دیگر، یعنی تقلیل داتنگ یا اکسیستنس به مرتبه دیگر، یعنی مناسبات صرف اجتماعی و اون بر اساس پاره‌ای از سیر و انفعالات فیزیک و شیمیایی ابدان و بدنهای به اصطلاح انسان قابل تقلیل میشه. هر طور که یگانه، این یگانه اونتولوژی نیست، این یگانه اونتولوژی نیست. اگر شما یک اونتولوژی دیگری داشته باشید و معتقد باشید که در این جهان مراتب گوناگون هستی شما که وجود داره، که یک مرتبه هستی به مرتبه دیگر قابل تقلیل نیست، در واقع شما نمیتوانید به همه نتایج و لوازم جامعه شناسی معرفت تن بدید. گرایشات پوزیتیویستی میگه علم اونجاییه که هر علم از جامعه شناسی معرفت باید عاری از پیشفرض باشه، عاری از پیشرفت‌های وجود شناخته مابعدی و غیر قابل اثبات باشه. خب میدونید امروز دیگه بر اساس اندیشه های هایدگر و کلام ما به خوبی میدونید علم همه علوم اکسیوماتیکه، همه علوم از جمله جامعه شناسی به طور کلی به از جمله جامعه شناسی معرفت مبتنی بر مبانی اونتولوژیک و اپیستمولوژیک خاصی، مبتنی بر آکسیوم‌های خاصی. متفکر اونجایی که خود این آکسیوم‌ها رو مورد تأمل قرار میده. متأسفانه کسانی که در یک دیسیپلین کار میکنن خود مبانی دیسیپلین رو کمتر مورد تأمل قرار میدن. اما با کمک توماس کون میگم اونجایی انقلاب‌های اصیل و تحولات بزرگ علمی صورت میگیره، نه در دایره پاورای ما، اونجایی که خود این آکسیوم‌ها مورد پرسشگری قرار میگیره، همون چیزی که در میان ما کمتر دیده میشه. به هر حال در اصطلاح معتقدم در جامعه شناسی معرفت یک خطای اونتولوژیک وجود داره، خیلی سرعت بخشیدم. یک مغالطه بزرگ منطقی در جامعه شناسی معرفت وجود داره. بین انسان با محیطش سه گونه رابطه وجود داره، دو گونه رابطه وجود داره، اما سه گونه رابطه قابل تصوره. برای مثال اگر راجع به آگاهی صحبت میکنیم، اگر آگاهی بین آگاهی و بیرون از خودش، محیط خودش سه گونه رابطه بود، دو گونه رابطه داره یا سه گونه رابطه قابل تصوره: آگاهی در، آگاهی بر و آگاهی از. مرادم از آگاهی در این است که آگاهی در خلأ صورت نمیگیره،
آگاهی همواره در یک شرایط تاریخی، در یک شرایط زمانی، در یک شرایط اجتماعی، در یک شرایط فرهنگی و زبانی خاص صورت میگیره. ما بیرون از شرایط اجتماعی تاریخی، بیرون از ساختارها، اصلا به قول مارکس به نقل شرکت شوری، انسان در محیط است. انسان بیرون از محیط نداریم، تفکر بیرون از محیط نداریم، کنش بیرون از محیط نداریم. این درسته، این درسته. و جامعه شناسی معرفت میخواد این رو نشون بده. رابطه دیگر، آگاهی بر آگاهی موضوع میخواد، آگاهی اوبژه میخواد. اوبژه از کجاست؟ از ساختار اجتماعی، از محیط، از فرهنگ، از جامعه گردی، از شرایط تاریخی درش به سر میبری، از احوالات روحی که باش درگیر. این هم درسته. تا اینجا، یعنی تا اونجا که جامعه شناسی معرفت بر آگاهی در و بر آگاهی بر انسان درس میگذاره، من از جامعه شناسی معرفت دفاع میکنم و با لذت میخونم. اما خطر اونجا یک مقابله منطقی صورت میگیره. از وجود دو گونه آگاهی، دو گونه رابطه میان انسان و محیط، میان کنش و محیط، میان آگاهی و معرفت با محیط، رابطه سومی نتیجه بشه که وجود نداره. ما رابطه آگاهی عزه. یعنی بگم چون افلاطون در قرن پنجم قبل از میلاد زندگی میکرد در شرایط تاریخی خاصی، و چون افلاطون در موضوعاتی میاندیشید که از شرایط تاریخیش گرفته، نتیجه بگیرم که تفکر افلاطونی از شرایط تاریخی نشأت گرفته. یعنی رابطه علت و معلولی